من متوجه شدم چند وقته که معمولا پیانیستا وقتی یک شاهکار هنری رو خلق میکنن، وقتی یک قطعه عالی رو، یه شاهکار زیبایی رو روزها روش کار میکنن و میخوان اجرا کنن، در معرض عموم بذارن، در یه ارکستر بزرگ، برای اینکه تمامی توجه حضار رو به خودشون جلب کنن، تمامی حضار رو، روح و روانشون رو زیر نفوذ این قطعه سمفونی زیباشون بیارن، همیشه از قوی ترین آکورد استفاده میکنن. وقتی که یاد این مطلب افتادم، گفتم خداوند میخوام یه آکورد قوی به من بدی. تو کلامت کدوم آکورده که از همه قوی تره، که زانوها خم میشه زیر اقتدار کلام مقتدر تو، زیر انجیل درخشان تو عیسی مسیح، کدوم آکورده در کلام تو؟ خداوند به من نشون داد ساموئیل باب 5 آیه 3، یه داستان خیلی عالیه، من فقط کوتاه براتون میگم که این نفوذ کلام خدا باشه، که هر جایی که ذهنها پراکنده است زیر اقتدار و نفوذ کلام خدا قرار بگیره. آمین. اونجا نوشته شده که فلسطینی ها با قوم خداوند به جنگ در میان، ولی در آخر متاسفانه قوم اسرائیل شکست میخوره و فلسطینی ها خوشحال سرفراز این صندوق عهد خداوند رو که سمبل حضور خدا بود میبرن توی یکی از بتکده های عالیشون که خیلی قدرتمند بود، اسمش داجون بود، میذارن اونجا و میرن که یه ضیافت جشن و سرور برای پیروزیشون برپا کنن. فردا صبح زود که میام میبینن آقا داجون به رو افتاده، سرش قطع شده، دوتا بازوهای اجراییش قطع شده، یه بدنه یه خورد و خمیر از اون به جا مونده. دوباره بلندش میکنن، میچسبوننش، میرن دوباره فردا میان میبینن آقا داجون در برابر حضور خدا به زیر افتاده. عزیزان چی میخوام بگم؟ سر شیطان در جلجتا کوبیده شد، بازوهای اجرایی شیطان در جلجتا کوبیده شد، قطع شد، خون عیسی مسیح خداوند روی بدن مقدسش کلیسا قرار داره. آمین. هر کسی که بخشایش گناهان رو تجربه کرده، این پیروزی رو با جسم و خون و وجودش تجربه کرده، میخوام قبل از اینکه ادامه بدیم سر پا بیستیم، فریاد شادی برآوریم برای پیروزی عیسی مسیح و شکست شیطان. آمین. برای پیروزی خداوند فریاد شادی برآوریم. عیسی ما پیروز شد روی هر داجونی که اینجا میخواد رژه بره، در نام پرقدرت عیسی مسیح. امروز هم شمشیر کلام خدا به ضد افکار موذیانه شیطان حرکت میکنه و دوباره و دوباره او رو به رو میندازه. آمین و آمین و آمین. هللویا. عزیزا ما در دنیایی زندگی میکنیم که مجروح و شکسته است. باور میکنی؟ در نتیجه بشریت شکسته و مجروحه. هر شخصی که تولد تازه میابه، از نظر عاطفی، رابطه‌ای، جسمی، روحی شکسته و مجروحه. و در نتیجه این شکستگی چیه ثمراتش عزیزان؟ ترس، شرم، طرد شدگی. و به همین دلیله که امروز خیلی از افراد در افسردگی به سر میبرن، در ترس و دلهوره و دلشوره به سر میبرن، در بهترین شکلش، در بهترین فضایی که زندگی کنن. و ما متاسفانه قوم ایران و افغان چون خیلی خوب عادت کردیم که دردهای خودمون رو پنهان کنیم، ترس و شرمای خودمون رو هم انباشته کنیم. بعضی از ماها که کمی زرنگتریم به صنعت‌های خوددرمانی میپردازیم، متدهای تلقین درمانی رو مرور میکنیم، زیر و رو میکنیم. بعضی از افرادم پشت کارهای زیاد، خدمتهای زیاد، بودو بودو کردنها، مشغولیتها، سرگرمیها میخوان
صدای آسیب‌های اون درد‌هایی که در اونا نهادینه شده چیکار کنن؟ پنهان کنن عزیزان. و روزی بالاخره متوجه میشن که دنیا و راه حل‌های این دنیا نمیتونه اون خلأ وحشتناک، اون حفره وحشتناک درونیشون رو دوا و درمون کنه. چون تنها عزیزان امید برای شکستگان عیسی مسیح خداونده. و خبر خوش اینه که عیسی خداوند اومده نه انسان رو توانمند کنه، نه یه مذهب تازه به انسانها بده، بلکه با روح هستی بخشش بدمه عزیزان، انسان ناامید و پر از امید و ایمان کنه و کلن میتونم بگم در حقیقت مرده رو زنده کنه. باور میکنی؟ همه این داستان ها، همه این حرف هایی که دارم میزنم در یه داستان پر از شکوه و جلاله که در اعمال باب 3 به وضوح ما میتونیم ببینیم که چطور یه شخصی که مرده، شکسته، مجروح، انسانی که هیچ آینده‌ای روبروش نمیبینه، انسانی که گذشتش پر از درده، پر از ناامیدیه، چطور خداوند این مرده رو زنده میکنه، چطور نه فقط زنده میکنه بلکه اون خوشی خداوند، اون شادی و امید خداوند زندگی او رو در بر میگیره. با هم اعمال رسولان باب 3 از آیه 1-9 رو براتون قرائت میکنم. روزی پتروس و یوحنا در نهمین ساعت روز، یعنی 3 بعد از ظهر که وقت دعا بود، به معبد می رفتن. در آن هنگام تنی چند مردی را که لنگ مادرزاد بود می آوردن. آنها او را در کنار آن دروازه معبد که دروازه زیبا نام داشت می گذاشتن تا از مردمی که وارد معبد می شدن صدقه بخواهد. چون او پتروس و یوحنا را دید که می خواهم به معبد درآیند، از آنان صدقه خواست. پتروس و یوحنا بر وی چشم دوختن. پتروس گفت به ما بنگر. پس آن مرد بر ایشان نظر انداخت و منتظر بود که چیزی به او بدهند. اما پتروس به وی گفت مرا زر و سیم نیست، اما آنچه که دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. همان دم پاها و ساقهای او قوت گرفت و جا جست و پاهای خود ایستاده به راه افتاد. سپس جست و خیز کنان خدا را حمدگویان با ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را در حال راه رفتن و حمد گفتن خدا دیدن. عزیزان او از بطن مادر ناتوان و ناقص بود، هیچ کاری جز تکدیگری گدایی نمیتونست بکنه. این مرد و انگار چند نفر از طریقش کار کاسبی میکردن، هر روز میووردن سالهای مدید کنار معبد، دروازه درخشان یا جمیل یا زیبا، یکی از دروازه هایی بود که به معبد راه داشت که افراد از اون مسیر میرفتن برای عبادت خدا. این دروازه به طور خاص نمونه‌ای، سمبولی از وارد شدن به حضور خداست. یک نقص مادرزادی مرد داشت عزیزان، یک دل شکستگی، یک شکستگی و طرد شدگی از بعد به تولد او رو و خانواده او رو عزیزان در بر گرفته بود. او هرگز قدمی رو که راه بره اصلا تجربه نکرده. و میتونیم متوجه بشین بفهمین، هیچ بیمارستانی نبود، هیچ جراحی نبود، هیچ امیدی نداشت. بدتر از همه اینا، دردآورتر از همه اینا، اجازه نداشت وارد حضور خدا بشه. چون قانون عهد عتیق هر کسی که نقص عضو داشت اجازه نداشت وارد حضور خدا بشه. فقط فکرشو بکنین، حتی از طبیعی ترین تسلی که انسان میخواد در حضور خدا بره، دل خودش خالی کنه، شکوا و شکایت کنه، گریه کنه، پرستش کنه، دعا کنه، این انسان محروم بود عزیزان. تنها صدایی که سالهای سال از دهان او بیرون میامد صدقه برای یک مرد فقیر. اما اون روز یک روز مخصوص بود، یک معجزه‌ای داشت به وقوع می‌پیوست عزیزان، داشت زمان برای این مرد منتظر به کمال می‌رسید.
در حالی که مثل همیشه تکیه داده بود به دیوار و ملتمسانه به یوحنا که و پتروس داشتن به معبد میرفتن نگاه میکرد و زیر لب با ناله گفت صدقه برای یک مرد فقیر. آیه 4 به زبان به ترجمه خودم براتون تعریف میکنم، ترجمه کتاب مقدس قدیمی. آیه 4 میگه پتروس و یوحنا به اون نیک نگریستن. پتروس گفت مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم، به نام عیسی ناصری برخیز و بخرام که در ساعت از آن، در ساعت پاها و از ساخهای او که قدرت نداشت هیچ وقت از آن، این پاها عاجز بود، این پاها هیچ قوتی نداشت که بدن سنگین او رو حمل کنه، در ساعت از آن میگه بلند شد، ایستاد، پرید، خرامان شد و بعد جست و خیز کنان. عزیزان میتونی تصور کنی مراحل تمام نجات ماست. خدا را حمد گویان وارد معبد شد. تو چی بشه تو نبوت اشعیا در باب 35 آیه 6 در عصر مسیحا به وقوع پیونده که روزی خواهد آمد که لنگان مثل غزال جست و خیز کنان در حضور خداوند شادی خواهند کرد. از اون شرایط و حالت این مرد قبل از شفا مثل حالت من و تو بود، شرایط و حالت هر شخصی که بدون مسیح بدون نجات داره زندگی میکنه. ما با حالتی به دنیا میایم که عاجزیم از راه رفتن در حضور خدا، عاجزیم از دعا کردن، عاجزیم شاید روزی هزار بار دلا راست شیم خیلی کارا بکنیم ولی آسمون بسته است، چون چشمای او پاکتر از اونه که به بدی نگاه کنه، به گناه نگاه کنه. چرا؟ چون در گناه زاده شدیم، در معصیت و گناه مادرمون به ما آبستن شده. باور میکنید؟ از شکم مادر، از بطن مادر ناقص، لنگ و اسیر داجونهای زمانه، افسردگی، ترس، نگرانی در وجود انسان نهادینه شده. در رومیان باب 5 آیه 12 میگه در آدم همه مردن به واسطه یک آدم، به واسطه گناه یک آدم مرگ و گناه بر انسان تاریگش غلبه پیدا کرد. این واقعیت وجودی هر انسانی بدون عیسی، یک معصوم نیست، یکی هم نیست عزیزان، چون گناه یه مشکل عزیزان، ما رو تا حد شکستگی و زلالت بدون این که حتی گاهم بفهمیم پایین میاره. این مرد خارج از دروازه بود، نمیتونست وارد حضور خدا بشه، خارج از حضور خدا بود. این تصویری از گناهه. هیچ صدقه عزیزان، هیچ خیرات، هیچ اعمال صالحی تو نمیتونه تو رو وارد حضور خدا بکنه، هیچ قلب مهربون تو، هیچ کارهای خیریه و سازمانهایی که تو دیاکونی یا کارهایی بکنی نمیتونه. گناه انقدر مسئله جدیه که خدا پسر یگانش رو شنیع‌ترین و فجیح‌ترین مرگ سپرد. عزیزان البته میدونم، اینو کاملا خوب میدونم که فرهنگ امروز گناه یه چیز عادیه، اصلا مد روزه، نیست؟ مد روزه. به همین دلیل خدا دو تا ایماندار رو برای این مرد فرستاد. به محض ورود به دروازه کسی در حال فریاد زدن بود صدقه برای یک مرد فقیر. پتروس و یوحنا یک کار عجیب کردن عزیزان، یه عبارت عجیب گفتن. اولین کار عجیبی که کردن به اون نیک نگریستن، به اون نگاه کردن از اون، یه نگاه خیره کننده و مقدس، یه نگاهی که ورای اون فلج ظاهری او عمق درد روح و جان او رو دید.
آمین. نگاهی که اون نیاز قلبی اون شخصو، نیاز روحانی اون شخصو دید، نگاهی که ماورای اون فلجی که ما چشمامون فقط میبینه دید، اون نگاه روح مجروح و شکسته این مردو دید. عزیزان، اونها با نگاه عیسی که پر از شفقت و رحم بود به این مرد نگاه کردن. اونها در طول سالها با خداوندشون راه رفته بودن، دیده بودن چطور با شفقت، با دلسوزی سراغ شکستگان، همشدگان میره، چطور ابرسان رو پاک میکنه، چطور لنگان رو خرامان میکنه. برای همین نمیتونستن بی تفاوت از کنار یه مرد پر از نیاز و فلاکت رد شن. الان وقتش یه نفس عمیق بکشیم تک تکمون، نیست؟ چون یک سوال خیلی مهم میخوام ازتون بپرسم. آماده هستین؟ یک نفس عمیق بکشین. امروز وقتی که به سمت کلیسا اومدی، خواهر برادر عزیزم، امروز وقتی از هایم خودت بیرون اومدی، از محله خودت بیرون اومدی، در طول هفته اصلا، امروز نه، در شلوغی های سر کارت، مدرسه، جوانان، نوجوانان تو مدرسه، کسایی که آسپیلونگ میبینی، از کنار چند نفر که پیش روی شما بودن بی تفاوت گذشتی، چه به روزشون اومد این افراد؟ از کنار چند نفر بی اعتنا عبور کردی به جای اینکه با رحمت نگاه کنی، حالشونو بپرسی، در مورد امیدی که داری با اونو صحبت کن. در طول هفته به چند نفر گفتی که فلج روحانی بودی، عیسی تو رو شفا داد؟ به چند نفر گفتی قده سرطانی گناه در تو بود و خداوند با فیضش ریشه‌کن کرد؟ به چند نفر گفتی که احیا شدی در خداوند، مرمت شدی؟ به چند نفر گفتی خداییش به خود جواب بده؟ به چند نفر گفتی که تبدیل شدی؟ به چند نفر مثل مولوی گفتی گریه بودی، خنده شدی، دولت عشق اومد و تو دولت پاینده شدی؟ به چند نفر گفتی؟ اصلا از این سوال بگذاریم، میخوام بپرسم چقدر عزیزان باور داری انسانی که به مسیح ایمان نداره، یک انسانی که در گناه زندگی میکنه، هیچ امیدی پیش رو نداره، عزیزان در آخر تنها مکانش جهنمه، تا ابد دور از خدا در رنج و فشار و دندان و تاریکی زندگی میکنه؟ آیا ایمان داری؟ آیا باور داری؟ اصلا چقدر برای تو اهمیت داره؟ ضرورت نجات انسان‌ها چقدر برای تو اهمیت داره؟ انسان‌هایی که دور از خدا هن. اگه میدونستی شخصی که دوستش داری، خواهرت، برادر، خیلی هم میان این خواهرشه ها اینقدر دوستش داره، بعد میرم ازش میپرسم، میبینم اصلا نجات نداره، میگم چه عشقی، حقیقتاً چه عشقی. آیا باور داری خواهر، برادر، مادر، اصلا محله و همسایه رو ول کن، روزی در جهنم ساکن میشه اگه نجات عیسی مسیح رو دریافت نکنه؟ چقدر برای تو اهمیت داره؟ چقدر باور داری ظرف تا هنوز سال به آخر نرسیده افراد رو به هلاکت و جهنم بدون که اطلاع داشته باشن دارن حرکت میکنن؟ قبل از طلوع صبح عزیزان، قبل از همین طلوع صبح انسان ها راهی هلاکت هستن. میدونی چی عزیزان؟ در وهله اول ما واعظین مقصر هستیم. با شرم و سرفکندگی دارم میگم، چون به ندرت در مورد حقیقی بودن جهنم و گناه صحبت میکنیم، به ندرت در مورد ابدیتی وحشتناک و ابدیتی که انسان‌ها دارن میرن توش بدون خدا، یک ابدیت ناتمام تو اون زندگی میکنن. برای همین در موعظه های ما ضرورت نجات، توبه و ایمان اصلا افراد حس نمیکنن. شاید هم به این دلیله که ما موضوع آخرت شناسی رو اصلا جدی نمیگیریم عزیزان،
ما مسیحیانی شدیم در این نسل، در این قرن که پر از تفکرات مثبت، انجیل کامیو فقط تفکر مثبت کن نیست، این تفکر مثبت رو اشاعه بده. در نتیجه در بسترهای بی‌اعتنایی راحت خسبیدیم، لم دادیم. عزیزان اکثر انسان‌هایی که تو این جهان هستن فاقد نجات هستن. کافی نیست بیای روی صندلی‌ها لم بدی، کافی نیست موعظه گوش بدی و آمین بگی، کافی نیست که چند تا سرود گوش بدی و یه دعایی داشته باشی، اینا کافی نیست. بشریت گم شده و سرگردونه و خودش هم نمیدونه. تنها امید برای شکستگان عیسی مسیح خداونده. هر قدر که تو زندگی تو به عیسی مسیح بسپاری عزیزان، در اونجا اون محبت خدای پدر رو نسبت به گم شده ها بیشتر دریافت میکنی. میدونید من یه موقع میگم جفا در مسیحیت بشارت زن، میگم وقتی محبت مسیح تو رو فرو بگیره آخه چه چیزی پاهای تو رو میتونه به عقب برگردونه. آمین که این موعظه ادامه پیدا کنه و من بتونم از شهادت های شخصی خودم بگم. هر قرب محبت مسیح در اون خلوتگاه تو قلب تو رو پر کنه، قدرت انجیل رو میشناسی عزیزان، کمتر خودتو قایم میکنی، خجالت میکشم، در خودت غرق میشی، در مشکلاتت غرق میشی. الان میگم باور نمیکنن، خیت میشم. عزیزان پولس در رومیان باب 1:16 میگه از انجیل مسیح آر ندارم. اگه تو محبت پدر رو بشناسی آر داری از انجیل، خجالت میکشی، از انجیل مسیح آر ندارم. چرا که قدرت خداست، قوت خداست، حیات خداست برای نجات یافتگان. از این کلید حیات در دست نجات یافتگان در دست ماست. ما پیام امید رو داریم، ما اقتدار نام عیسی مسیح رو داریم، ما قدرت انجیل رو داریم که بگیم در نام عیسی مسیح برخیز و بخرام. این دوتا جمله بود، دومین کلمه و جمله قوی در نام عیسی. عزیزان همونجا اعمال باب 3:11-12 است که میبینیم که افراد یهودی ها، اسرائیلی ها، خیلی من فکر میکنم تیپشون شبیه ما بوده، وقتی که میبینن پتروس و یوحنا چه معجزه عظیمی رو کردن نیست، میدیدن اون لنگو، میدیدن سالها افرادم شاید اونجا بودن، حسابی حالشون جا اومده بود چون از کار کاسبی افتاده بودن. بعد میان دور پتروس و یوحنا جمع میشن. من فکر میکردم وای دو تا قدیس، دو تا فرشته اومده، الان بریم یه زیارتگاه بسازیم، یه دخیل ببندیم. نیست؟ پتروس که روح خدا در او بود خوب میدونست، نگاه کرد به اونا گفت این مردان اسرائیلی چرا اینجوری به ما زل زدین، که انگار تقوا و قدرت خودمونه که این مرد شفا و سلامتی پیدا کرد. نه، اسم عیسی بود، اسم عیسی بود، اسم رئیس حیات بود که شما او رو کشتید، اما خدا او را از مردگان برخیزانید. اسم خدا بود، خداوند ما عیسی مسیح که این مرد رو صحت بخشید. عزیزان اسم عیسی بود ولی به دست شاگردان. امروز اسم عیسی میتونه قدرت داره به دست تک تک من و تو. باور میکنی؟ میتونی بفهمی دستای تو چه کاری رو میتونه بکنه؟ دستای من و توست که در نام مقتدر عیسی مسیح افراد رو میتونه از اون لنگای روحانی برخیزانه، به حرکت در بیاره، شادی جست و خیز رو به اونا هدیه بده، سرودی تازه بر دهان اونا بذاره، سرودی که هیچ وقت تجربه نکردن. انتظار بسیار برای خداوند کشیدم تا به من مایل شد، من از گل لجن گناه بیرون آورد و پاهام روی صخره گذاشت و سرودی تازه به من داد. کی این کار کرد عزیزان؟ یه نفر که اقتدار نام عیسی مسیح رو میشناخت.
و پاهای وقف شده من و توست که به سوی نیازمندان میتونه حرکت کنه اگه وقف شده. چه زیباست پاهای مبشر که در خیابونای هامبورگ در خانوادش اقلن حرکت میکنه و سلامتی و نجات رو ندا میده. امروز خدا من و تو رو فرا میخونه عزیزان که پزشکان روح و جسم افراد باشیم، تا ماموران امید دهنده به این دنیا باشیم، تا دستا به قول پاستور پاها چشما صدای عیسی باشیم در بیابانها و پریشانی و سرگردانی انسانها. مهم نیست تو به عنوان یه مسیح چه خدماتی رو انجام میدی، عالیه، ولی اگه ایمان شخصی تو با کسی در میون نمیذاری، تو در از خدا در حال سرکشی هستی. اگه تو هزار تا کار بکنی، ایمان شخصی تو با دیگران دهی بیای که ملاقات شدم، اینجوری شدم، یخ کردم، لرزم گرفت، هزار تا افتادم پا شدم، ولی ایمان شخصی تو با کسی در میون نمیذاری، تو به ضد سردار لشکر خدا ایستادی، به ضد آرزوی لشکر خدا ایستادی. عزیزان تو یک مسیحی ولرم هستی، تو یک مسیحی نفسانی هستی، تو یک کبریت بی خطر هستی که برای دنیای روحانی، جهانی که شیطان داره روش حکومت میکنه، میخنده بهت، میگه فقط اسمش مسیحیه. تو مدتی پیش آمار گرفته 80% اعضای کلیسا عزیزان حتی به نزدیکترین کسشون بشارت دادن، یک فاجعه است. ندادن به نزدیکترین شخص توی زندگیشون بشارت ندادن. باید دعا کنیم که خدا آتشی، غیرتی در قلب من و تو بپا کنه که حقیق اقلن حد اقل در دایره تاثیرگذاری کوچیک خودمون، خانوادمون، اقلن مادرمون، خواهرمون، کسی که ادعا میکنیم دوستش داریم، به طور ساده ایمانمون رو در میون بذاریم. مسیح برای میلیون ها نفر در سراسر دنیا مرد، برای مردمی که در افراد اطراف ما دارن راه میرن مردگی میکنن، اسمش اینه دارن نفس میکشن، صبح تا شب هم شاید به آرزوهای خودشون دارن میرسن، سرشون گرمه، برای اونا مرد، ولی اونا خبر ندارن، اونا هرگز نتونستن مسیحو بچشن، هرگز نتونستن یه حسه قسمت عالیشونو تجربه کنن، هرگز عزیزانی افراد نتونستن فیضو بچشن، نتونستن شادی و حضور خدا رو تجربه کنن. عزیزان هرگز نتونستن، این افرادی که در اطراف ما هستن هرگز نتونستن در وصف صلیب خداوند ما عیسی مسیح و اعمال عظیم او سرود بخونن، هرگز نتونستن. چرا عزیزان؟ چون من رو تو یاد گرفتیم که انبار برکت خدا باشیم، انبار برکات خدا باشیم، به جای اینکه مجرا باشیم، به جای اینکه جاری کنیم این برکات رو، ما یاد گرفتیم عزیزان که اتکار کنیم کلام خدا رو، برکات خدا رو. فقط من دور خودم بچرخم، ما یاد گرفتیم به جای اینکه توضیح کننده باشیم، احتکار کننده هستیم. میلیون ها انسان هیچ شواهدی از من و تو ندارن، میلیون ها انسان هیچ اتصالی بین پادشاهی پرقدرت و پرجلال عیسی و این انسان های محروم وجود نداره. چرا عزیزان؟ چیزی در رنج صلیب کمه، چیزی در رنج مسیح کمه، و اون رنج من و توه برای دنیای گم شده. یک لحظه فقط به تاریخ مسیحیت نگاه کن، یک جمعیت 12 نفری، اکنون میلیون ها انسان عیسی مسیح و خدا رو شناختن، در پادشاهی او دارن نفس میکشن. چطوری عزیزان؟ چون چند نفری بودن که قالب راحتی و نفطلبی های خودشون بیرون اومده بودن، شریک رنج های مسیح شده بودن. هرگز فاصله ای در رنج صلیب و رنج صلیب رسولان وجود نداشت. هرگز فاصله ای بره
رنج های مسیح روی صلیب و رنج رسولان وجود نداشت. چرا؟ چون محبت عیسی اونا رو فرو گرفته بود در اون بالاخانه. دیگه اونا فهمیده بودن یک نفر برای همه مرد تا ما دیگه برای خودمون زندگی نکنیم بلکه برای دیگران زندگی کنیم. آمین که در این زمانهای آخر روح خدا بر من و تو بریزه، دستهای خدا از آستینهای من و تو بیرون بیاد، پاهای خدا از طریق من و تو حرکت کنه عزیزان به سوی گم شده ها. باشه که چشمای ما چشمای پر از نافذ عشق محبت عیسی باشه که مردم نگاه میکنه، نه غیر متمرکز همه جا نگاه میکنیم اما نمیبینیم. یاد سخنان مبارک خداوندم افتادم، او که دل انسانها رو میشناخت نیست؟ همین الان یادم افتاد در یوحنا باب 4، انگار شاگردان مثل ما بودن. برمیگرده به شاگردان میگه ببین، میگین 4 ماه دیگه موسم حصاده؟ میگین 4 ماه دیگه دیدی ماها؟ بذار آسپیلدون نگم ببینم یه کلکسیون آسپیلدون و مدارک صبح تا شب جمع کنم، یه چند تا کلاس هم از کجا میدونی تا فردا زنده ای؟ یه ذره مال و منال جمع کنم، ارث و میراث برای بچه هم بذارم. خداوند میدونست، گفت ببین بعد میام بشارت میدم. انگار شاگردام همین حالت بودن. گفتم ببین، میگی 4 ماه دیگه موسم حساده، چشماتو بلند کن. به شاگردام میگه چشماتونو بلند کنی، مزرعه ها رو ببینین که سفید شده، آماده دروه. عزیزان چشمای خودتو بردار از اینکه انقدر متمرکز خودت باشی. نگاه کن که افراد روزی هزاران نفر داره به سمت هلاکت میره. متی باب 9 آیه 36 عیسی مسیح میگه چون جمع کثیر رو دید، دوباره دید. عزیزان باید اول ببینیم دیگه، اول باید نگاه کنیم مثل عیسی، با چشمای عیسی، تا دلمون بسوزه. بعد دلش سوخت، زیرا مانند گوسفندان بیشبان، پریشان حال، سرگردان بودن. باورت میشه کسایی که بدون مسیحن سرگردونن، پریشونن، آوارن؟ دلش سوخت. پس به شاگردان دوباره گفت چه صبری، چه محبتی. ببینین از صاحب حساد بخواهیم که کارگران غیور برای حساد خودش بفرسته. عزیزان چی داره میگه؟ میگه حساد فراوونه، کارگر کمه، خادم کمه. از صاحب حساد بطلبین، یعنی دعا کنین. عزیزان دعا کلید باز شدن درها و دروازه های بسته پادشاهی خداست روی انسان ها. ریشه بشاره در خاک دعا قرار داره عزیزان. در تمامی آثار پیام بشارت و شفیعان شفاعت کردن مثل یه دوقلوهای به هم چسبیده، مثل دو تا حوزه ناگسستنی به هم وصله. مسیح خداوند هم بزرگترین شفیع آثار بود، هم بشارت دهنده توانا و قوی. عزیزان همون روح عیسی در من و تو قرار داره، همون روح عیسی. باور میکنی؟ همون روح عیسی در من و تو قرار داره. در اعمال باب 1 میبینیم افراد زانو زدن دارن دعا میکنن، باب 2 بشارت میدن، هزاران نفر ایمان میارن، باب 3 و 4 افراد زانو زدن دارن شفاعت میکنن، دعا میکنن، باب 5 6 7 8 تمامی دنیا شرونده شده به خاطر پیغام انجیل. وقتی
وقتی در اون خلوتگاه میری قلب خودتو تسلیم میکنی، چشمای عیسی میاد در قلب تو قرار میگیره، میفهمی عزیزان اونجا قلب عیسی رو میفهمی، چشمای روحانیت باز میشه، میفهمی دشمنان ما سیاست مداران نیستن، لیبرالان نیستن، مرتجعین نیستن، انسانگراها نیستن، بلکه دشمن ما اون فرشته نوره عزیزان، که وقتی به روی زانو میفتی دعا میکنی نام مقتدر عیسی رو بلند میکنی به رو میفته، خورد شدگیش بدون دستاش سر کوبیدش بر من و تو هویدا میشه، دیگه نمیترسی بری تو گوشه خونت. کلیسا هر موقع دعا کرده با پیروزی تو قلمرو شیطان رفته، با شجاعت رفته، با پیروزی برگشته. هیچ دیکتاتوری، هیچ دشمنی در مقابل سلاح دعا نمیتونه ایستادگی کنه. حساد فراوونه اما عمل کم. از صاحب حساد بخواهیم تا کارگران بفرسته. شیطان روی زحمات ما میخنده عزیزان، روی برنامه ریزی هایی که صبح تا شب میکنی میخنده. چند تا کتاب خوندم صبح تا شب، هزار تا مدارک گرفتم، میخنده، مسخره میکنه من و تو رو، کلیسا رو مسخره میکنه. اما کلیسا وقتی در دعا در اتحاد زانو زده، قلعه های او به لرزه میفته، منهدم میشه مشورت های او، داجون های زمونه به زیر میفتن. باورت میشه؟ عزیزان اگه یه نونوایی داری رد میشی، اون بالا نوشته به که قای نونوایی، نون توش نباشه، یه اشکال اساسی داره نیست؟ اگه کلیسایی که هر هفته میان روی صندلیا میشینی ولی هیچ بشارتی نمیدین، کلیسایی که مأموریت اعظم خودشو نمیشناسه نمیدونه، یه اشکال ریشه‌ای داره، یه اشکال اساسی داره عزیزان. تمام کلیسا خوانده شدن از ایماندار یه روزه. عزیزان من همون روز که توبه کردم روح تبشیر بر من قرار گرفت، به من گفتن ایمان آوردی عیسی مسیح خداونده؟ گفتم بله. برو به خانوادت بگو، برو به خانوادت بگو. اولین کسی که شروع کردم ایمانم رو در میون گذاشتن شوهر خواهرم بود، منصور. دیدم اصلا به زانو در نمیاد، چند تا روزه گرفتیم حسابی زانواش جلو خداوند خم شد. عزیزان من هیچ تعلیمی نداشتم، چهار تا بچه قد و نیم قد دو جا کار میکردم، محبت مسیح منو فرو گرفته بود، صبح تا شب دعا، تو تاکسی ها، تو خیابونا، هر کاری میکردم فقط بشارت خوش انجیل رو بدم. آیا رنج داشت؟ من بعدا فهمیدم اینا جفاست، چیزایی که بر من اومده بود، باور کن اینا جفایی بود، چون وقتی در محبت مسیح راه میری انقدر محبت خدا تو رو فرو میگیره. مثل یعقوب چقدر زیبا، من نمیدونم واقعا کجا برم به کجا در میام، میگه 7 سال برای راهیل زحمت کشید، هیچی بود براش، هیچی بود. حالا ما میایم اینجا عکس نندازین ازمون، ایران نریم، آخ نگیرنمون، آی خدا من. ماهی رو نمیان تو بادوانه هم وانه تو بندازن که تو صیدش کنی، قربونت برم. صید رو نمیارن دم خونه ای تو بگن شکارش کن، بروید بروید مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، تا چیزهای عظیم و مخفی که آن را ندانستین شما را مخبر سازم. مرا بخوان، مرا بخوان تا به خودت بیای، که ببینی جنبش های جنگ طلبانی چطور دارن توسعه پیدا میکنن. من رو بخوان تا بفهمی جنبش های بی خدایی ضد مسیحیت چطور دارن یه شبه این قارچ بیرون میان، ولی کلیسا روی صندلی ها نشسته در خواب قفلته. اولین کاری که کلیسا میکنه اینی که وقتشه عزیزان، اگه روح خدا با تو حرف زده، من لحظه به لحظه که این موعظه رو آماده میکردم خدا میدونه فقط عشقا بود که میامد، خدای بی‌اعتنایی منو ببخش، خدای سهل‌انگاری منو ببخش، خدای منو فروتن ساز، کلیسا رو فروتن ساز. اولین کاری که میکنیم توبه است، برای اینکه بی‌اعتنا بودی نسبت به بشارت حتی به نزدیکترین کست.
چشمای خودمونو میبندیم عزیزان. خدای تو به نسلی نیاز داری در این روزها، به جوانان، به نوجوانان. خداوند جوانان رو ملاقات کن، نوجوانان رو ملاقات کن، این همه نیروهای بالقوه. خداوند تو به نسلی احتیاج داری، بزرگ سالانی احتیاج داری که مثل یه ارتش برای تو بیستن، سلام نظامی بدن به فرمانده کل سپاهشون و خودشونو بسپرن در اون خلوتگاه، بگن لبیک خداوند من رو بفرست، لبیک خداوند من رو بفرست، خداوند من رو بشکن، من رو بشکن برای جاه طلبی های خودم، برای این رویاهای خودم که چارچنگولی فقط چسبیدم و هزارت کار میکنم که فقط به رویاهای شخصی خودم برسم. خدای منو ببخش به خاطر اینکه اگه خواب بمونم، اگه این کلام با قلب من حرف نزن، اگه من بیدار نباشم، روزی در حضور تو مثل یه چوب نیمه سوخته وارد میشم دست خالی، بدون اینکه حتی یک نفر رو با خودم برده باشم. از گروه پرستش خواهش میکنم به بالا بیاییم. یک سرودیه تو قلبم عزیزان که از همون روز اول ایمانم هر روز صبح اینو میخوندم. حتی عزیزان باور کنید خودتون باید بچشین. من در توانایی قوت خداوند داخل میشدم. من در محبت خدا داخل میشدم با این سرود. و هیچ مانعی، هیچ مشکلی نمیتونست جلوی منو بگیره. هر روز صبح میخوندم لبیک خداوند منو بفرست، ولی قبل از اون در حضور خداوند اجازه میدادم که محبت خدا به وسیله روح القدس در قلب من ریخته بشه، محبت خدای پدر نسبت به گمشده ها قلب منو لمس کنه. عزیزان دعا کنیم، عزیزان بیستیم در نام عیسی مسیح. اگه این کلام با قلب تو حرف زده، همجور که داری این سرود رو میخونی، خودتو به خداوند بسپر، بذار توانایی خدا رو، شادی خدا رو، حضور خدا رو. ما خیلی میگیم خدا من رو ملاقات کن، شادی تو رو میخوام، از این افسردگی بیام بیرون. از هیچ جا مثل بشارت وقتی داری از منجی خودت به یه نفر میگی، خوشی و شادی و قوت خدا تو رو در بر نمیگیره. خیلیاتون الان سالها ایمان دارین ولی خوشی روح القدس رو در بطنهای تو تجربه نکردی. مثل یه دعا اینو برای خداوند بخون. Thank you.
نیستن که خدا من افرادی که اینجا نشستن کلام تو رو شنیدن، تو میتونی کلام رو در قلبشون ثبت کنی، تو میتونی کلام هستی بخش تو خدا من در قلب اونا بکاری، تویی که میتونی برانگیزی، تویی که میتونی با آتش غیرتت برای این دنیای گم شده برانگیزی، تویی که فقط میتونی مزه شیرین این دنیا و آرزوهایی که دائما دنبالشیم به دهان ما تلخ کنی. تو شیرینی حضور تو، شیرینی پیروی با تو، شیرینی همکاری با تو، شیرینی دستای تو بودن، دهان تو بودن، چشمای تو بودن، پاهای تو بودن رو تجربه کنیم. خداوند فقط تو میتونی، فقط تو میتونی خداوند. همه کار خواستنیم شاید خیلی آمون، اما هیچ کار نتوانستن. فقط دعا میکنم خداوند، دعا میکنم هر کسی که امروز به این میز عشا نزدیک میشه، خداوند تو میدونی، تو قلبای عروساتو میشناسی، اونایی که از شکم بر تو انداخته شدن، اونایی که کس تو هن، اونایی که شاگرد تو هن. روح القدس تو میخوای در عروس ساکن بشی و وقتی روح و عروس یک بشه به دنیا میگه بیا، میگه بیا به سمت خداوندت. خدا من این روح نمیتونه خاموش باشه، این روح نمیتونه بی تفاوت باشه، این روح نمیتونه عیسی رو دامادش رو معرفی نکنه، این روح نمیتونه در اون خلوتگاه زانو نزنه و شفاعت نکنه تا برانگیخته بشه برای کار بشارت و نجات جانها. و این روح موقعی در ما ساکن میشه خداوند و ما برانگیخته میشیم که خودمونو به دستای عیسی مسیح بدیم. خداوند دعا میکنم همونطور خداوند به یاد میاریم، خداوند ذهنای ما رو متمرکز صلیب تو بکن، اونجایی که بدن تو خورد شد، اونجایی که خون پربهای تو ریخته شد، عیسی خداوند به عنوان یک انسان کامل بدن تو تیکه پاره شد تا نان حیات برای تک تک ما بشه، تو شکسته شدی روی صلیب تا نان حیات برای تک تک ما بشی. خدا من دعا میکنم امروز هر کسی که نزدیک این میز مقدس میشه، خدا من خودشو به دستای تو بسپره، بگه من نمیدانم این خدا من، اما تو میدانی که تو مثل اون پنج نان و دو ماهی خدا من بشکنی، برکت بدی و روح خودت پر کنی. خداوند تو دنیای گرسنه و تشنه توسط بدنهایی که شکست و فروتن شده و برای تو لبک میده و ایستاده سیر بشه. چند لحظه سکوت میکنیم عزیزان، بذارین روح خدا شما رو لمس کنه. قلبایی میبینم که سخته، قلبایی میبینم که سرده، قلبایی میبینم که روح خدا داره اونجا حرکت میکنه اما فکرها و تفکرات انسانی میخواد هجوم بیاره، دانها رو له کنه، خفه کنه. فقط دعا میکنم در نام پرقدرت عیسی مسیح هر روحی که اینجا تردد میکنه که کلام تو رو میخواد در نطفه خفه کنه، به قدرت خون عیسی مسیح فضا رو ترک کن. شکست تو از همون اول اعلام شد، پیروزی عیسی، محبت عیسی، شفقت عیسی، حکمت عیسی، دلسوزی عیسی، توجه عیسی، غیرت عیسی، عشق عیسی، قوت عیسی، تک تک اعضای بدن مقدس مسیح و شعله‌ور آکنده روح خودش بکنه.